رویکرد کلی جمهوری اسلامی که کلن بر پایه ایجاد ترس و وحشت و تروریسمه. این پایه اصلی تمام کارهاشونه، چه تو بعد داخلی چه تو بعد خارجی کلن همین کارو میکنن. در مورد وحید بخوام صحبت بکنم، وحید یه مبارز سیاسیه. وحید در تمام این مدت حتی حاضر نشده که اعتصاب غذاش بکنه و میگه که وقت جنگه، تا جایی که بتونم اعتصاب نمیکنم، تا جایی که قدرت داشته باشم ادامه میدم. و شرایط خیلی خیلی سختی داره وحید و فقط انفرادی نیست. وحید و حبیب و نوید توی سلولهای انفرادی زیرزمین زندان بودن کنار هم و اونجا هر لحظه احتمال اعدام براشون وجود داشت و اونها وصیتشون رو کرده بودن و شرایط خیلی خیلی سختی داشتن و بهشون گفته بودن میبریمتون تهران و نوید رو بردن و اونها منتظر بودن خب نفر بعدی وحید یا حبیب رو ببرن، هر سه رو به ترتیب ببرن، ولی بعد اومدن گفتن نوید رو ما کشتیم و خیلی خیلی شرایط وحشتناکی رو تجربه کردن. تو به خصوص 3 هفته‌ای که توی زیرزمین بودن، یک بار ما با فشار خیلی زیادی که آوردیم و خیلی حالا تو شرایط خیلی سختی تونستیم یه ملاقات بکنیم و آسیبم که خیلی دیده بودن به خاطر ضرب و شتمی که بودن، شرایط جسمی خیلی سختی براشون بود و شرایط روحی خیلی سخت‌تری. و یه حرفی از حبیب یادمه که میگفت که ما با این نگاه هر روز رو میگذروندیم که این صبح قرار اعدام بشیم.